دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم. هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن. چجوری کوها رو فروختن؟ بعد میگن نه کوها رو هم به وقف کردن. دو مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل‌های ما رو فروختن. روز بعد میگن نه جنگل‌های ما رو وقف کردن. این چه بازی ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی در مردم؟ مگر میشه انفال، مگر میشه بیابون، مگر میشه مرتع، مگر میشه جنگل، مگر میشه کوه، مگر میشه دریا، اقیانوس وقف کرد؟ اگه به این راحتی بود که همه همون وقف میکردیم، همه اقیانوس‌های عالم وقف میکردیم و درآمدش میدادیم در راهی. اساس وقف مالکیت اولش. وقتی کسی مالک نیست، تو بعضی از وقفنامه ها از این کاغذ قدیمی ها که چی شده یه خوردش هم از بین رفته و تا خورده و موریانه خورده و اینا، وقتی نگاه میکنی میگه از کوه فلان تا کوه فلان، از این کوه تا اون کوه 100 کیلومتر وقف کرده در راه خدا. مگه مال اوه؟ زمین خداست، هر که رفت احیا کرد با احیا مالک میشه. مگه اینجوری میشه مالک بشه؟ حالا این شایعات رو درست میکنن برای اینکه مردم رو نگران کنن. هر روز یک مشکلی برای مردم پیش بیاد، هر روز یه فکری بکنن. یه روز دیگه میگن آه این قسمت کشور رو فروختم، مثلا شرق کشور رو. بعد میگن نه جنوب کشور. بعد میگن نه جزایر رو فروختم. ما اصلا من از این تعجب نمی کنم که شایعه می سازن و درست می کنن. کار طبیعی آدم هاییست که دشمن ما هستند، بر ضد ما دارن کار می کنن. عجیب اینه چطور گوش شنوا وجود داره. یعنی تو این بحران، تو این وسط، تو این مشکلات چطور گوشی وجود داره که این رو بشنوه، که یه همچون چیز بی ربط و بی اساسی که اصلا اساس نداره. بعدش هم هر جمله یک مسئولی بیان میکنه، یکی دیگه میاد یک کلمش کم میکنه، یک کلمش اضافه میکنه، بعد مردم رو نگران میکنه.